سلام، ایمان هستم از کانال اسرار ماورا. در طول تاریخ همیشه عده‌ای وجود داشتن که از برخی حوادث پنهان مربوط به گذشته یا آینده با خبر شدن. حتی گاهی یک نفر از اتفاقی که در همان لحظه در جای دیگری در حال وقوع بوده با خبر شده است. در برخی فرهنگ ها مردم از چنین افرادی وحشت می کردن و تصور می کردن که آنها با نوعی نیروی شیطانی در ارتباطند و در برخی دیگر برای چنین افرادی احترام زیادی قائل می شدن. قبلاً به این نکته اشاره کردم که هیچ کسی از تک تک وقایع آینده با خبر نیست، اما اکثر افراد هر از گاهی تجربیات این چنینی به صورت غیر ارادی داشتن، برخی زیاد و برخی کم، و قبلاً در مورد تجربیات خودم در ویدیوهای دیگری صحبت کردم. حالا ما می خواهیم با یک سری روش‌ها و تمرینات این حس را تقویت کرده و میزان روشنبینی ها و پیشگویی ها را افزایش بدهیم. به نظر می رسد زمانی که شما موفق به انجام این کار می شوید، از بعد زمانی فراتر می روید. این کار معمولاً در زمانی که در آرامش فکری هستید رخ می دهد. اما گاهی هم ممکن است این گونه نباشد. بنابراین شما باید همیشه آماده دریافت الهامات باشید. امواج رادیویی را در نظر بگیرید. در کنار شما هزاران موج رادیویی وجود دارند. همه آنها در حرکت هستند، اما تا زمانی که یک گیرنده رادیویی نداشته باشید و آن را روشن نکنید، از محتوای پیام‌ها باخبر نخواهید شد. بنابراین مهمترین اصل توجه کردن به این پدیده است. آنهایی که به این موضوع باور ندارند، ممکن است خیلی کم چنین چیزهایی را تجربه کنند و آن را به شانس و تصادف نسبت بدهند، یا اینکه اصلاً تجربه نداشته باشند. شما در اولین قدم باید با ایمان و باور کامل شروع به انجام تمرینات کنید و هر لحظه آماده دریافت الهامات باشید. برخی میگویند این جهان مثل نوت‌های موسیقی یک سری ارتعاشات خاص دارد و شما باید آنقدر حساس شوید که اینها را بشنوید یا حس کنید. نحوه زندگی تأثیر زیادی بر رشد این مهارت دارد. پیشگویان بزرگ از نظر روحی متفاوت بودند. در طول تاریخ به دفعات زیادی رخ داده است که گاهی یک اتفاق یا حادثه مهم رخ داده و شخص را از نظر روحی و ذهنی دگرگون کرده است. از آن پس آن شخص تجربیات ماورایی و روشنبینی های متعددی داشته است. بعد از جنگ های جهانی بسیاری از افراد توانایی های این چنینی به دست آوردند که این فرضیه را مقبول تر نشان می داد. تمریناتی که من در ویدیوهای آموزشی ارائه می کنم مکمل هم هستند و شما را از هر حیث تقویت می کنند، چون می دانم که برای پیشرفت‌های بزرگ نباید خیلی عادی باشید. پس در اکثر آموزش‌ها تمرین یا تمریناتی ارائه می شود که به صورت کلی شما را قدری متفاوت تر از قبل می کند. بسیاری از افراد که در این زمینه فعالیت می کنند از روش‌های مانند گوی کریستال یا کارتا برای پیشگویی یا غیبگویی استفاده می کنند. اما باید بدانید که اگر شما بدون این وسایل هیچ توانایی در این زمینه نداشته باشید، با آنها هم پیشرفت خاصی نخواهید کرد. بنابراین در این آموزش که اولین آموزش محسوب می شود، ابتدا به تمرینات پایه‌ای پرداخته ایم و بعداً روش‌های مختلف هم آموزش خواهیم داد. رویابینی به عنوان یک مهارت جانبی می تواند در تمرین و تقویت روشنبینی و پیشگویی مناسب باشد. نکته بسیار مهم که در کل روند باید انجام بدهید این است که الهامات خود را ثبت کنید و نگذارید فیلتر عقل و خودآگاه آن را تغییر بدهد. اگر برای موضوعی به خصوص می خواهید روشنبینی داشته باشید، یعنی نمی خواهید به صورت کلی یک سری الهامات داشته باشید و می خواهید روی موضوعی متمرکز شوید و الهامات هدفمند داشته باشید، اصل مهم بی‌طرفی است. نباید تحلیل کنید و نظر شخصی بدهید. مثلا من می‌خواهم در مورد شخص X الهامات داشته باشم تا بفهمم چطور آدمی است. اگر از قبل خودم آن را تحلیل کنم و مثلا بگویم چون فلان رفتار را از او دیدم پس آدم بدی است، حالا این دیدگاه در آنچه به صورت رویا و یا حتی نوع دیگر به من الهام شود، ممکن است دخالت کند و نوعی الهام غلط را سبب شود. اگر دقت کنید گاهی افراد ظالمی بودند
که مثلا شبیه هیتلر جنایاتی کردند، اما از میان آنهایی که به این گونه افراد ایمان قلبی داشتند، برخی الهاماتی هم داشتند. مثلا یک نفر آن شخص را به صورت منجی یا یک فرد خوب در خوابش دیده است، سپس ایمانش نسبت به آن فرد ظالم تقویت شده و گفته است که قطعاً آن فرد آدم درست و خوبی است، چون الهامات من هم آن را تایید کرده است. در صورتی که در واقعیت اینطور نبوده، پس چه چیزی باعث الهامات اشتباه شده است؟ برداشت ذهنی و پیش‌داوری هایی که از قبل روی آن موضوع وجود داشته است. من احساس می‌کنم که اکثر شما هم به دنبال الهامات هدفمند هستید و نمی‌خواهید مانند سیلویا براون از هر چیزی الهاماتی داشته باشید و در کتابی آنها را منتشر کنید. پس دقت کنید که برای هدفتان فقط اطلاعات مختلف را دریافت کنید، اما نتیجه گیری و قضاوت نکنید و آن را به عهده الهامات بگذارید. هشداری که باید به شما بدهم این است که پیشگویی را با حدس زدن اشتباه نگیرید. در تمرینات حدس نزنید و نتیجه گیری نکنید. فقط مثل یک گیرنده آماده دریافت الهامات باشید. در پیشگویی نیازی به فکر کردن نداریم. فقط گاهی نیاز به آرامش و مراقبه داریم. گاهی نیاز به محرک داریم. و گاهی هم لازم نیست کار خاصی انجام بدهید. اگر می‌خواهید در این زمینه تمرین کنید، همیشه چیزی برای ثبت الهامات خود نزدیکتان داشته باشید. نوشتن الهامات باعث می‌شود بتوانید روند پیشرفت خود را بررسی کنید و بفهمید به مرور زمان آیا تعداد آنها بیشتر شده است یا کمتر، چه تعداد از آنها درست بوده و اکثر آنها مربوط به چه بازه زمانی بودند یا مربوط به چه موضوعی بودند. آیا می توان در هر زمینه الهامات داشت، مثلا موضوعات تخصصی؟ بله، برخی کشفیات علمی و اختراعات به صورت الهام برای دانشمندان رخ داده است. من نیز تجربه جالبی دارم. چندین سال پیش یک کتاب علمی نوشتم که چند مطلب بسیار علمی در آن گفته شده است که در حقیقت این مطالب به من الهام شده بودند. مثلا به من الهام شد که زمان در گذشته سریع‌تر سپری می شده است و با گذشت زمان سرعت گذر زمان کم شده است. مثلا صدها هزار سال پیش طول روز و شب نسبت به امروز کمتر بوده است و باز هم زمان کنتر می شود. من در این مورد هیچ مطالعه‌ای نکرده بودم و این به من الهام شد و من آن را نوشتم و بعد در موردش فکر کردم و توضیحات بیشتری توانستم برایش پیدا کنم. چند سال بعد با خبر شدم که برخی دانشمندان هم چنین حرفی را می زنند. نمی دانم که آنها زودتر این را کشف کردند یا من، یا اینکه واقعا این گفته درست است یا نه، ولی مطمئنم که من چیزی در این باره نمی دانستم و به صورت یک الهام آن را دریافت کردم و وقتی آن را دریافت کردم خیلی هیجان زده شدم. حالا به سراغ تمرینات می رویم. تمرینات اگرچه ساده هستند اما موثرند. اگر شما قبلا این تمرینات را انجام داده اید، منتظر آموزش های حرفه‌ای تر که منتشر خواهند شد باشید. تمرین اول. اگر برای شما مقدور است که ماه را ببینید، زمانی که ماه کامل است حتما برای حدوداً 15 الی 20 دقیقه به ماه نگاه کنید و به آرامی نفس بکشید. تصور کنید که روزی روی سطح ماه بوده اید و اکنون به زمین آمده اید. اگر بتوانید این تمرین را از روی یک بلندی مثل پشت بام خانه انجام بدهید خیلی بهتر است. سپس تصور کنید که از زمین بلند می شوید و به سوی ماه کشیده می شوید. شما باید در این تمرین حسی را از ماه دریافت کنید. تمرین دوم. یک کتاب داستان یا رمان انتخاب کنید. هر شب فقط یک صفحه از آن را بخوانید. دقت کنید که هرچقدر هم کنجکاو شدید نباید به صفحات بعد نگاه کنید و فقط باید یک صفحه را بخوانید، حتی اگر جمله ناقص بماند. این تمرین را تا زمانی که کتاب تمام شود ادامه بدهید. تمرین سوم. یک خیابان که قبلا از آن عبور نکرده اید یا خیلی کم از آن عبور کرده اید را انتخاب کنید. یک بار از آن عبور کنید و با دقت به همه چیز نگاه کنید. می توانید پیاده یا با ماشین باشید، اما پیاده بهتر است. وقتی به خانه رسیدید، در مورد هر چیزی که در آن خیابان وجود داشت بنویسید. مثلا نوع درخت‌ها، نوع مغازه‌ها، تابلوها و سایر چیزهای ثابت، یعنی چیزهایی که در روزهای بعد هم هستن. صفحه را به دو بخش تقسیم کنید. در بخش اول
چیزهایی که کاملا مطمئن هستید را بنویسید و در بخش دوم چیزهایی که شک دارید را بنویسید. سپس یک بار دیگر به آن خیابان بروید و چیزهایی که در قسمت دوم نوشته اید را بررسی کنید و ببینید کدام یک را درست گفته اید. این تمرین را می توان ماهی یک یا دو بار انجام داد. بعد از اینکه تمریناتی که گفته شد را انجام دادید، بهتر است الهامات هدفمند را شروع کنید. اگر موضوع خاصی مد نظرتان نیست، می توانید چیزی مثل مسابقات ورزشی، خصوصا فوتبال را انتخاب کنید. این مسابقات چون به دفعات زیاد رخ می دهند، تعداد تمرینات شما هم زیاد خواهد بود. اگر به تیم خاصی علاقه دارید یا اطلاعات خوبی از فوتبال دارید، باید مراقب باشید تا علاقه یا دانش شما روی الهامات شما تأثیر نگذارند. بهتر است تیم‌هایی را انتخاب کنید که نمی‌دانید در یک مسابقه برنده خواهند شد یا بازنده، و یا اینکه اگر در مورد آنها هم می‌توانید حدس‌های معقول بزنید، پس یک رشته ورزشی دیگر را انتخاب کنید. هدف ما این است که شما برای تمریناتتان پیش‌بینی نکنید، بلکه آماده دریافت الهامات بشوید. خب حالا وقتی نوع مسابقه را انتخاب کردید، یک روز قبل از شروع مسابقه به مدت حدوداً نیم ساعت یک مراقبه ساده انجام بدهید تا ذهنتان آرام شود و در انتهای زمان مراقبه به هر دو تیم که با هم مسابقه دارند فکر کنید. هر دو را تجسم کنید که در حال انجام بازی هستند. دقایقی را به این کار اختصاص بدهید و در آخر فوراً و بدون هیچ فکری اعلام کنید که کدام تیم برنده می شود و یا نتیجه بازی چه می شود و آن را روی کاغذ بنویسید. به جای مراقبه از تکنیک سکوت ذهن هم می توانید برای خالی کردن ذهن استفاده کنید تا سریعتر تمرین را انجام بدهید، اما در روزهای اول بهتر است با مراقبه این کار را انجام بدهید و بعدها از تکنیک سکوت ذهن استفاده کنید. در مرحله بعدی هنگام شب قبل از خواب به دو تیم فکر کنید و تجسم کنید که در حال بازی هستند و با همین نیت به خواب بروید. تمرینات رویابینی در اینجا می تواند به شما کمک کند. اگر در خواب الهامی داشتید یادداشت کنید و اگر نداشتید اشکالی ندارد. روز بعد نتیجه مسابقه را بررسی کنید و ببینید که آیا درست گفته اید یا نه. این کار را باید به دفعات زیاد انجام بدهید تا ذهن شما نسبت به این مسئله شرطی شود و عادت به فعالیت در این جور موقعیت ها کند. همانطور که گفتم در ابتدای کار نتیجه مهم نیست، بلکه می خواهیم ذهن شما آماده دریافت الهامات شود. حالا اگر موضوع مشخصی را در نظر داشتید، برای همان موضوع مراقبه روزانه و تجسم قبل از خواب را انجام بدهید. بهتر است موضوع شما چیزی باشد که به دفعات رخ بدهد و قابل تکرار باشد، چون شما در مرحله تمرین هستید. اما اگر چیزی است که تکرار شدنی نیست، مثلا می خواهید بدانید ثروتمند می شوید یا خیر، این نوع هدف را به نظر من نگه دارید برای پایان تمرینات و برای زمانی که آماده تر باشید. بنابراین یک موضوع تکرارپذیر را انتخاب کنید و بر اساس آن تمرین کنید. زمانی که تمرینات تمام شد، می توانید سراغ موضوعات مهم و غیر قابل تکرار بروید. البته برای اینکه همیشه آماده باشید و رو به پیشرفت باشید، بهتر است هر از گاهی برخی تمرینات را همچنان انجام بدهید. حالا اگر موضوع مورد نظر شما برایتان مهم بود و روی آن داوری داشتید چه؟ مثلا می خواهید بدانید نتیجه رأی دادگاهی که در مورد شماست چه می شود یا اینکه به کشور شما آیا حمله می شود یا نه. در این صورت شما باید هر روز تمرین مراقبه و تجسم قبل از خواب را انجام بدهید با این هدف که بی‌طرف بشوید و باید سعی کنید ذهنتان را از جانبداری رها و خالی کنید. حداقل در زمان مراقبه اینگونه باشید. بنابراین نکته مهم در این تمرین همین کار است. تمرین برای بی‌طرفی. همانطور که در انتهای ویدیوی رویابینی گفتم، برای داشتن الهامات می توان از برخی داروهای گیاهی استفاده کرد، اما توجه کنید که بهتر است قبل از آن مدتی تمرین کرده باشید و توانایی خود را تقویت کرده باشید و اینکه مقدار مصرف دارو باید کم باشد، چون اگر زیاد باشد ممکن است شما را دچار توهم غلط کند. هر سوالی که داشتید در بخش کامنت های کانال یوتیوب اسرار ما برای بپرسید.